نارسیسیستیک یک بیماری بسیار جدیه، بسیار بسیار جدیه که در وجود ماها خفیفش مثل بچه قلدر، بچه دیکتاتور توی همه ما یه جورایی از کودکی ممکنه باشه که اگه خود به خودمون نگاه کنیم یه جاهای قلدری کردیم و میکنیم، یه جاهای دیکتاتوری کردیم و میکنیم، که امیدوارم امروز هومورک دوم این باشه که بریم از خودمون پیدا کنیم و دیگه نمیخوایم قلدری کنیم، دیگه نمیخوایم دیکتاتوری کنیم. اما اکستریمش نارسیسیستیک، حالا دو مدل هست، یک بوردرلاین پرسونالیتی دیسوردر نارسیسیستیک یا اختلال شخصیتی مرزی خودشیفته که خفیفترشه، یکی دیگه از نارسیسیستیک واقعی، یعنی دیگه جدی جدی که نمونه های بارزش خمینی، هیتلر، صدام حسین، قذافی، اینا هست، خامنه ای. مسئله خیلی جدی، اگر یه مقدار جدیتر و بازتر به خودشیفته نگاه کنیم، انسان خودشیفته متاسفانه این برمیگرده به اون دوران کودکی و همچنین حالا یا کمبودهای بیش از حدش و یا بالا پردادنهای بیش از حدش، این پامپ کردنهای این بچه ها که خودشونو بالاتر از همه ببینن و یا یعنی اینکه انقدر مثل صدام حسین انقدر تو سختی بزرگ شدن که فردا میشن یک انسان خودشیفته دیکتاتور و یا خمینی، هر کدوم از اینا. ما دیدیم، تاریخ دیدیم، ثابت کرد که خودشیفته یا نارسیسیستیک چه کرد با ملت‌های مختلف، چه خونهایی که نریختن اینها. و بعد الان رسیدیم به حزب الله و داعش، میبینیم که داعش چقدر وحشتناک دونه دونهشون رو جوجه خودشیفته کرد. دوباره چی؟ دوباره ایدئولوژی، دوباره اعتقاد، دوباره برگشتن به 1400 سال پیشش. و این باعث میشه که خودشیفته بتونه به خودش اجازه بده که قلب و غم بکنه. دین وقتی خودشیفته دینیه خودش رو توجیه و جاستیفای میکنه، مثل داعش، مثل حزب الله، میگه برای رضای خدا چون میرم تو بهشت. دیکتاتور اینوری نمیتونه خوشبختانه این مدلی صحبت کنه، فقط شمشیرش تیز بر روی همه. به همین دلیل که این یکی برای من خیلی خطرناک تره. پس حواس